یکی از امکانات بی‌نظیر OSX که فوق‌العاده است و من خودم خیلی دوست دارم این نرم افزار کوچولوی اتوماتوره. اتوماتور که آیکونش هم یه ربات بامزده است، این برای شما کارهایی که شما می‌خوای به صورت تکراری انجام بدید رو خودش اتوماتیک انجام میده. واقعا این نرم افزار عالیه و من خیلی 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 دوستش دارم، ولی نمیدونم چرا اپل اصلا هیچ صحبتی راجبش نمیکنه، هیچ تبلیغی نمیکنه روش، اصلا هیچ کس کلا انگار وجود نداره. و حالا تو این درس ما هم میبینیم که چرا من انقدر اصرار دارم که این نرم افزار فوق العاده است. چند جور شما میتونید ازش استفاده بکنید. یکیش که اولی باشه ورکفلوه. ورکفلو چیه؟ در واقع مثل یه خط تولیده. شما بهش میگین آقا من این کارو میخوام برام انجام بدی روی همه این فایلا اینجوری اینجوری اینجوری. حالا الان با هم میبینیم یعنی چی. مثلا شما میخواین کلی فایلاتونو رینیم کنید. الان من اینجا کلی فایل دارم، اسماشون یه چیزای چپن دلقه چیه که دورینه دیجیتال میذاره، این دی اس سی چنم چی چی چی، خوشم نمیاد، میخوام اسمای همه اینا رو عوض کنم. همشون رو با هم موقعی که سلکت کردم اینجوری درگ میکنم توی محیط اتوماتور. حالا اینجا میخوام رینیمشون کنم. خیلی راحت اینجا میتونم بیام توی فایل اند فولدرز، یا اصلا از اون ساده تر اینجا سرچ بکنم رینیم به همین راحتی. و حالا این رینیم رو درگ میکنم این پایین. حالا میگم این فایلا، من ادو میزنم، این اختاری که داد علتش این آیکون این وسطه، حالا بعدا راجع به این بیشتر صحبت میکنیم، فعلا من پاکش میکنم. سیستمی که هست اینجوریه، شما میگید آقا این فایلا اینا که اینجا هست و این کار رو باهاشون انجام بده، حالا هر چیزی که این کار تعریف شده. تعداد چیزایی که شما میتونید انجام بدین، کاری که انجام میتونید بدید فوق العاده است. تقریبا خیلی از چیزایی که توی OSX هست رو شما میتونید این کار رو باشه انجام بدید. مثلا اینجا من میخوام حالا همینا رو رینیم کنم، میام اینجا بهشون میگم که make sequential، یا همینجوری به شکل sequential یعنی به ترتیب اسم بذار براشون. اینجا هم add number to existing item name، نه من نمیخوام به این چیزی که اینجا هست شماره اضافه کنی، میخوام اصلا اسمشو کلا عوض کنی. اسمشو میذارم مثلا فعلا هر اسمی که شما خودتون دوست داشتید، اصلا فرق نمیکنه. حالا اینجا من به محض اینکه پلی رو بزنم و ران رو بزنم به همین سرعت به همین راحتی همه این فایل رو رینیم کرد به همین شکلی که من میخواستم. حالا شما اگه خواستید این ورکفلو رو سیو بکنی، به طور مثال بعدا خواستید عکسای دیگه‌تونم بیارید اینجا و دوباره همینطوری رینیم بکنیدشون رو به همین شکل، میتونید خیلی راحت این ورکفلو رو سیو بکنید. من اینجا میام توی سیو، آره رو دسکتاپ سیوش کنم چرا که نه. حالا من اصلا کلن این اتوماتور رو میبندم، هر بار من دوباره این رینیم رو باز بکنم دوباره هم چیزی برام باز میشه. من میتونم همه این عکسایی که اینجا هست ریموف کنم، عکسی که خودم دوست دارم رو حالا اینجا اضافه کنم. مثلا اینجا من کلی عکس دارم که بیشترشون توی بیرنگ گرفته شده، میام اینجا دوباره همینطوری میگم که سیکوینشال فلانه، اسمش چیه؟ اسمش بیرنگ. ران رو میزنم، حالا همه اینا به همین راحتی شدن بیرنگ، به همین سادگی و همین راحتی. این اولین کاریه و اولین چیزیه که شما میتونید با این نرم افزار انجام بدید. شما کلی کار کلی چیز میتونید باش انجام بدید. حالا یکی دو مورد دیگه شما باز الان با هم میبینیم. من برای اینکه بخوام اون موردهای دیگر هم خدمتتون توضیح بدم، میام اینجا فایل نیو، این دفعه ما به جای ورک فلو که سیستمی که شما دیدید، این دفعه از سرویسز استفاده میکنیم. چرا؟ الان با هم میبینیم. من سرویسز رو میزنم و میام اینجا چوز. حالا اینجا اولین چیزی که باید بهش بگید اینه که این اتفاق روی چه نوع فایل هایی بیفته. رو مثلا عکس ها این اتفاق بیفته، رو فایل هایی که تو فاینر هستن این اتفاق بیفته، روی چی این اتفاق بیفته. من حالا چیزی که تو ذهنمه اینه که رو این عکس ها رو میخوام تغییر بدم. میام اینجا میگم روی ایمیج فایل توی چه برنامه هایی، تو فایندر این اتفاق بیفته، تو میل یا تو سافاری. من اینجا میگم تو اینی اپلیکیشن، هر برنامه‌ای که بود آقا جون شما این کار رو باش بکن، اصلا کار نداشته باش چه برنامه‌ای. حالا چی کار میخوام بکنم؟ من میخوام بیام بگم عکسای منو بچرخون. من میام میگم روتیت
روتیت ایمیجز. اینجا شما بلافاصله نشون میده. قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، بیام اینجا اینم بگم، شما چیزایی که به عکساتون مربوط میشه اینجا، چیزایی که به پی دی اف ها مربوط میشه اینجا، چیزایی که به فیلم ها و مووی ها مربوط میشه، موزیکا، همینجوری طبقه‌بندی شده خیلی تر و تمیز و مرتب و خوب. فوتوز حالا من میام اصلا میگم آقا جون روتیت ایمیجز رو من از اینجا میخوام درگ کنم، ادو میزنم، باز شما میبینید این دستور رو میاره، من باز اینجا پاکش میکنم. حالا میگه میخوای عکساتو چیکار بکنی؟ میخوای از به سمت راست بچرخن یا میخوای به سمت چپ بچرخن؟ یعنی به سمت عکس عقربه های ساعت یا نه به سمت عقربه های ساعت، یا نه میخوای 180 درجه برشون گردونی؟ شما هر ستاش رو میتونید انجام بدید. به طور مثال من اول میام میگم که اینو عکسامو من میخوام شما به سمت عکس جهت عقربه های ساعت بچرخونی. خب برای سرویسز همین کافیه، نیاز نیست ما کار خیلی خاصی بکنیم. من سیو میزنم، میام میزنم اینجا چی بذارم اسمشو، مثلا روتیت کانتر کلاک وایس، بچرخون به سمت عکس جهت عقربه های ساعت. این برای من ثبت شد. حالا ممکن شما بگین اه خب کجا رفت؟ الان با هم میبینیم کجا رفت. خب حالا میخوام ببینیم اون سرویسز چی شد و کجا رفت. این دقیقا همون فولدر قبلی که ما داشتیم باش کار میکردیم. من حالا عکسایی که این شکلین و اینجوری کجن، شما دیدین با دوربینای دیجیتال موقع عکاسی میکنید خیلی از عکس‌ها این شکلی میشن. من حالا اینا رو انتخاب میکنم، مثلا فرض کنید همه عکسایی که نیاز هستش که به سمت عکس جهت عقربه‌های ساعت بچرخن، همه رو انتخاب میکنم، میام اینجا توی این آیکون کوچولو یا توی فایندر سرویسز. ببینید دقیقا علت این که اسمش سرویسزه اینه که شما توی بخش سرویس میتونید بهش دسترسی داشته باشید. دقیقا شورتکاتش اینجا هم همین هست. اگر شما خاطرتون باشه اسمی که من اونجا براش تعیین کردم روتیت کانتر کلاک وایز بود. حالا به همین سادگی من اینجا یه روتیت کانتر کلاک وایز رو میزنم، این آیکون کوچولو این بالا شروع کنه کار کردن. به سادگی هرچه تمامتر تمام این عکس ها رو برای من اینجوری میچرخونه. شما ببینید نه فتوشاپ باز شده، نه افزار پریویو فوتوز اپل باز شده، هیچی، راحت. یعنی دیگه واقعا از این ساده‌تر نمیشه که نرم افزار سیستم عامل شما برای این کار، شما این کار رو بکن. من حالا اینا رو انتخاب میکنم، دوباره میام اینجا روتیت کانتر کلاک وایز، میخوام دوباره حالا اینا رو اینجوری بچرخونم. چقدر کار آدم این درامین نزده، چقدر ساده است. در این حال چرا اپل هیچی راجع به این نمیگه؟ چرا هیچ کس راجع به این هیچ صحبتی نمیکنه؟ نمیدونم والله. برای اینم که شما براش یه شورت کات تعیین بکنید، میتونید بیاید توی سیستم پرفرنسز کیبورد شورت کات سرویسز، اینجا شما به راحتی هرچه تمامتر همون دستورایی که اضافه کردید که روتر کانتر کلاک وایز و روتیت کلاک وایز بود، اینجا میتونید واسه شورت کات هم تعیین بکنید. من میگم اد شورت کات. حالا هر وقت من کامند شیفت آلت آر رو زدم تصویر رو به سمت راست بچرخون، کامند شیفت آلت ال رو زدم به سمت چپ. حالا به همین سادگی من اصلا این دیگه میبندم، کاری هم باش ندارم. عکس ها رو من وقتی انتخاب بکنم کامند آل و شیفت و ال رو بزنم، به همین راحتی خودش قشنگ با یه شورتکات این کار رو انجام میده. قشنگ من میتونم بیام اینا رو انتخاب بکنم دیگه. واقعا فکر کنم از این ساده تر و راحت تر نباشه. قشنگ بدون اینکه هیچ نرم افزاری باز بشه با یه تک کلیک با یه شورتکات به همین راحتی میشه این کار رو انجام داد. ببین شما چقدر خوب. حالا شما فکر کنید مثلا همه اینا رو آدم بخواد فتوشاپ باز بکنه، دونه دونه اورینتیشنشون رو عوض بکنه، یه دونه نرم افزار نیاز نیست شما باز بکنید وقتی سیستم عامل انقدر خوب و یه همچین امکاناتی به شما میده. اما اپلیکیشن چی؟ یه عنوان دیگه هم داریم ما اینجا که اپلیکیشنه. اپلیکیشن برای شما یه دراپلت درست میکنه یه جایی. مثلا من دوباره اینجا این دفعه حالا اپلیکیشن انتخاب میکنم، میام میگم که میخوام حالا این دفعه فایل کانورت کنم. مثلا هر فایل کویک تایمی، هر فیلم کویک تایمی که من خواستم برای من کانورت کن. بذارید اینجا من انکود مدیا رو درگ میکنم، اینجا میگم هر فایلی که من درگ کردم روی این اپلیکیشن کانورتش کن به کویک تایم با کیفیت 480p با کیفیت بالا. با کیفیت بالا 3 مگابیت در ثانیه است، با کیفیت
پایین تر 1.5 مگابیت. حالا من اینجا همون مثلا میذارم هایر کوالیتی، میگه کجا میخوای اینو سیو بکنی موقعی که این اتفاق افتاد. من میتونم بیام بگم سیم از سورس، یا شما میتونید اینجا واسش یه فولدر دیگه تعیین کنید. معمولا من سعی میکنم توی فولدر دیگه این کار انجام بدم، مثلا فرض کنید روی دسکتاپ. حالا اینجا من میام اپلیکیشنمو سیو میکنم، اسمش رو میذارم convert to quick time یا convert to 480p، شاید راحت تر باشه. سیو میبندم موتوریتور رو، اینا رو هم میبندم. حالا شما همونطور که میبینید این دیگه یه اپلیکیشن ورکفلو نیست. فرض من اینجا یه سمپل فوتج دارم، این تصویرها رو میخوام تبدیل بکنم. این تصویر الان شما میبینید 4K تقریبا 3840 در 2160. من برای اینکه این تبدیل بکنم به 480p خیلی راحتی درگ میکنم روی این، به همین سادگی بدون اینکه کوچکترین کار دیگه ای من بکنم خود سیستم عامل شروع میکنه برای من اینو کانورت کردن. حالا شما اینو برای تمام کسایی که دیوایس اپل دارن، مثلا آیفون 5 دارن، آیپد دارن، مک دارن، بفرستید این کار میکنه. شما این چقدر راحت، چقدر سریع خودش براشون کانورت کرد. حالا من اینجا اگه بیام اینفو ازش بگیرم، شما میبینید که رزولوشنش دقیقا همون 480p هست. بذار من اینو بزنم مثلا اینجا که راحت تر مشخص بشه. این اولی است، 3840 در 2160. این دومی کانورت شده هست. و حالا این یکی رزولوشنش چقدر، من بیام با کویک تایم باز بکنم. شما همونطور که اینجا یه اینفو ازش بگیرید کامند آی، قشنگ مشخص 460 در 360 همون فایل چیزی که ما مد نظرمون بود. و حجمش هم این الان 200 مگابایت، این یکی حجمش 720 کیلوبایت. حالا شما تصورشو بکنید مثلا 100 تا فایل رو بخواید شما اینجوری کانورت بکنید، یا 40 تا فایل، حالا یه تعداد زیادی، چقدر ممکنه کار رو ببره بخواید شما دونه دونه دست این کار رو بکنید. باز من برمیگردم توی اتوماتور، اینجا یه نیو دوباره باز میکنم. این نکته رو شما در نظر داشته باشید، تمام اینا با هم کار میکنن. یعنی فرق نمیکنه شما تو اتوماتور ورک فلو درست کنید، اپلیکیشن درست کنید یا سرویسز، هیچ تفاوتی نمیکنه. این برای راحتی شماست که مثلا فرض کنید برای یه سری کارها شاید سرویسز راحت تر باشه که شما با یه کلیک اینجا بهش دسترسی داشته باشید، برای یه سری از کارها اپلیکیشن، برای یه سری از کارها ورک فلو. این عنوان دیکتیشن کامند هم شما میتونید یه چیزی بگید به OSX، یه دستور صوتی بهش بدید و در واقع از صداتون به عنوان یه شورت کات استفاده بکنید و اون براتون یه کاری رو انجام بده. حالا مثلا به جای اینکه اینجا شورت کاتی که برای سرویسز ما داشتیم یه شورت کات خاص باشه، شما میتونید بگید ببین موقعی که من این جمله خاص رو گفتم این کارها رو انجام بده. برای این کار شما باید توی سیستم پرفرنسز حتما این دیکتیشن رو باید حتما روشن کرده باشید. برای دسترسی پیدا کردن به کار کرد و فانکشنش هم شما روی این دکمه فانکشن بغل کنترله بعد دوبار بزنید، دابل تپ بکنید اصطلاحا، دوبار میزنیدش و این باز میشه. اگه خواستید میتونید شورتکاتش رو از اینجا عوض بکنید، من با همون دابل فانکشن اوکی هم مشکلی ندارم. خب حالا من دیکتیشن کامند رو میزنم. حالا کاری که میخوام انجام بدم چیه؟ مثلا من میخوام این عکسای تیف بزرگی که اینجا دارم که هر کدومشون مثلا چندم 20 مگ 30 مگ، این عکسا رو میخوام و اندازه هاشون بزرگه، مثلا 2900 در 2100، میخوام کوچیکترشون بکنم، جی پگشون بکنم و ایمیل بکنم برای یه نفر. حالا مثلا حالا فعلا ایمیل کردنشو کاری نداریم، میخوایم تبدیلشون بکنیم به جی پگ و کوچیک بشن. برای این کار من میگم اول اینجا کامندمو بهش میگم convert to jpeg. خب اینجا الان تشخیص من چی بهش گفتم؟ convert to jpeg. حالا من هر موقعی که بگم convert to jpeg این کار رو انجام میده. حالا اینجا من میام توی فوتوز میگم change type of image، نوع تایپ و نوع عکس رو برام عوض کن، بکنش jpeg تمام عکس ها رو، و حالا سایزشون هم کوچیک بکن، scale image. من این دوتا رو پاک میکنم، اندازش هم بکن 1600 ماکسیموم.
یعنی به طور مثال شما عکستون اگه عرضی بود پیکسل های عرضیش میشن 1600 حد اکثر، اگه طولی بود پیکسل های طولیش حد اکثر میشن 1600. یه نکته خیلی مهمی در مورد این دستور وجود داره و اونم اینه که باید شما بهش بگید روی چیا این کار رو بکنه. ممکنه شما بگید خب الان من طبیعتا بعد رو تصاویر این کار رو بکنه دیگه، ولی اگه شما یادتون باشه توی این دوتا تو اپلیکیشن و سرویسز ما بهش گفتیم روی چی این کار رو انجام بده، حالا که توی این بهش نگفتیم نرم افزار نمیتونه تشخیص بده. اینجا شما باید بیاین یه کاری بکنید که این نکته خیلی مهم میشه. این عنوان Get Selected Finder Items رو من این بالا درگ میکنم. یعنی چی؟ آیتم هایی که توی فایندر من سلکت کردم و انتخاب کردم، اینجا تو فایندر اونایی که انتخاب کردم رو موقعی که این دستور رو گفتم این کار رو باشون انجام بده. شما همونطور که میبینید اینجا خیلی چیز ساده ایه، اونایی که انتخاب شدن رو تبدیل بکن به JPEG و سایزشون هم کوچیک بکن موقعی که این دستور رو من گفتم. حالا من این کامند رو انیبل میکنم و سیوش میکنم، اسمش هم میذارم convert to JPEG. اسمش خیلی چیز مهمی نیست، این دستورش بیشتر خیلی اهمیت داره. خب حالا اینجا من دیگه این فرایندم کامل درسته، میبندمش. حالا اینجا شما ببینید مثلا این تصویری که من گرفتم، البته یه نکته رو من بگم، این تقلب در واقع اینو من کانورت کردم به تیف، خود این عکس رو من با آیفون گرفته بودم به خاطر همین تیف نیست اوریجینالش. ولی حالا این عکس الان 19 مگابایته، 2900 در 2100، طبیعتا من میخوام تیف بشه، حجمش بیاد پایین بشه 1600. کاری که اینجا میتونم انجام بدم اینه که مثلا این 4 تا عکس رو انتخاب بکنم، convert to jpeg، اینا رو تبدیل کرد. ولی نکته خیلی 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 مهم، شما اگر توی ورکفلوتون اینجا بهش نگید که یه جای دیگه کپی کن اینا رو، روی خود فایلی که انتخاب کردید این کار میکنه. اینه که این نکته رو حتما در نظر داشته باشید، اگه فایل اوریجینالتون رو ندارید این اتفاق نابودش میکنه، کامند زدم نداره. من اگه اینجا کامند زد رو بزنم فایده نداره، چون از بین رفت دیگه اون تصویر. حالا برای اینکه شما دیگه مطمئن بشید که فایلای اوریجینالتون آسیب نمیبینن و اونا رو تبدیل نمیکنه و دیگه میخواید اطمینان خاطر داشته باشید، میتونید اینجا duplicate finder item رو بزنید و حالا این دیگه خوشبختانه خیال شما راحت میکنه. کاری که انجام میده اینه که بذارید الان با هم خیلی ساده من بگم. get selected finder item میگه آقا زمانی که من اینو انتخابش کردم select شد، این کارا رو باهاش بکن. ولی این دوپلیکیت میگه موقعی که اینو سلکت کردم اول دوپلیکیت بگیر ازش، بعد این بلاها رو سرش بیار. اینی که اگه شما میخواین فایل اوریجینالتون همیشه سالم بمونه، این دوپلیکیت رو اینجا اضافه بکنید. من چون دوپلیکیت رو اینجا اضافه کردم سیو رو میزنم. حالا میام اینجا این فولدر رو باز میکنم، convert to jpeg. اینی که راه حلش این اضافه کردن این دوپلیکیت توی ورکفلو شماست. امیدوارم که شما از این اتوماتور استفاده بکنید. تا جایی که میتونید شما بیاین ببینین این آیتما رو بخونید، اضافهشون بکنید، ببینید چی کار میکنن. این واقعا بسیار 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 بسیار, بسیار چیز به درد بخوریه. خیلی من ارادات عجیبه این نرم افزار دارم. امیدوارم که به بهترین شکل ممکن ازش استفاده بکنید. وقتتون بخیر.